دوستان گرامی با درود بر شما امروز سیوم اپریل هست یازده اردیبهشت اردی بهشت ما من بزرگ مهر وزیری هستم و یکی از شعرهای خودم رو براتون میخونم نام این شعر هست بیا که نوروز با ترانه رسید اگر ما در ماه اردی بهشت هستیم ولی ستایش نوروز و یاد کردن از نوروز تنها به معنای بزرگ داشته بهار نیست بلکه نوروز پدیده است که نشان دهنده پیروزی و چیرگی نیکی زندگی و امید بر در واقع سستی پلیدی و سردی است همینطور در مورد چند واژه توضیح باید بدم یکی کمان رستم رنگین کمان رستم یکی از نامهای دیگری است که برای رنگین کمان به کار برده میشه و کمان رستم رنگین به مناسبت وزن شعر در اینجا به جای رنگین کمان به کار رفته واژه دیگر کلاله هست که اگرچه معنای اصلی اون یعنی زلف کنار گوش ولی از زمان رضاشاه پهلوی و ایجاد و در واقع بنیاد گذاشتن فرهنگستان واژه کلاله دیگر معنای دیگری هم پیدا کرده و آن بخش میانه گل هست که در واقع بالای مادگی گل هست و یکی دیگر هم واژه سیم هست که معنای اصلی خودش رو در اینجا ما استفاده کردیم به معنای نقره بر صورت امیدوارم که از این شعر خوشتون بیاد بیا که باد بهاران زکوی یار وزید به پیش قامت دلدار سر باغ خمید بیا که چشمه خورشید در تجاری شد بیا که لشکر نوروز با ترانه رسید چو از بلور سهرگاه و قطره باران کمان رستم رنگین به باغ گشته پدید کجاست دولت دیماه و نخوت سرما کنون که آتش زرتوشت از کلال جهید تو که از نسیم سهرگاه و باد فروردین دمیدهی به نیه زندگی سرود امید تو که از لطافت باران و شبنم گلها به باغ خشک رسانی پیام مهر و نوید. تو که از حریر سهرگاه و بوسه گل سرخ ستاندهی به تبسم سرشک یاس سپید تو چون نسیم سهرگاه ماه فروردین که از ترانه سخنت گل به باغ ها تو از ستاره رو بودی نگین و چشم و چراغ فشانده ای به شب تیره سیم های سپید تو ماهتاب شب آسمان پاییزی که بر جهان سیه نور سیم تابید تو آفتاب سهرگاه صبح نوروزی که از فروغ رو دیو بدسگال رمید بیا بیا که درم از خدا تو را خواهد به من تو بگستر بسات مهر و امید